avec le temps. Avec le temps va. پیران سر دیدم که سیمای جوانم را آینه هرگز روبرو با من نخواهد کرد. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. یعنی چند تا صدا اگر در رادیو بود صدای فریدون فرهندوز یکی از اون صداها بود. شروع میکنم به نام ایران، میهن گرامی همه ما و شما ها که شما ها باید یه روزی ایران آینده رو بسازید، و با یکی دو تا شعر که نشون دهنده اینه که تاریخ در سرزمین بلازده ما متاسفانه تکرار شد و شما میبینید که حالا از زمان حافظ نخوام بگم، از زمان فردوسی این جلوتر تا دوران اخیر، تا پیش از انقلاب مشروطه، تا زمان قاجار. اولین شعری که براتون میخوام بخونم یک شعری هست از اواخر قاجار، ادیب الممالک فراهانی، و نشون میده که چه به سر ما اومده. ماییم که از پادشهان باج گرفتیم، زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم. دهیم و سریر از گوهر و آج گرفتیم، اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم. پس پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم، ماییم که از دریا امواج گرفتیم. و اندیشه نکردیم ز طوفان. من دلم میخواهد قایقی باشم در خزر، بر روی آب مهر باشم، مهر ناب آبری در کوچه های پر ز خاک. لیکن در کوچه ای آرام و پا. یکی دو سال از انقلاب میگذشت. دیدن فیلم آمریکایی مصداق بارز طرفداری از امپریالیسم و غرب‌زدگی بود. در همان روزها سینماها فیلمی نشان میدادند که از هر نظر فیلم هالیوودی محسوب میشد. نریشن فیلم را صدای یگ و مردانه میگفت که مانند محفل نرم بود و گوش را نوازش میداد. فیلم را بارهای بار دیدم. از تلویزیون در هر مناسبت مذهبی سالی دو سه بار پخش میشد. در مسجد محل، در مدرسه و هیچ وقت دیدنش سیر نمیشدم. شش قرن پس از ظهور مسیح، به هنگامی که اروپا در قرون وسطا بوته‌ور بود و امپراتوری ها و تمدن های کهن در هر گوشه ای رو به زبان، محمد در عربستان در شهر مکه دیده به جهان گشود. در آن زمان مکه شهری غنی بود و مرکز تجارت و تحت سلطه بازرگانان، بازرگانانی سرمست از ثروت که ثروتشان به خاطر نگهداری بت‌ها رو به فزونی بود. یک بار که جای جان با من فیلم را تماشا میکرد، گفت آن صدای گرم متعلق به فریدون فرهندوز گوینده قدیمی رادیو ایران است. صدای فرهندوز سالیان سال زینت بخش رادیو آمریکا بود و با تکیه کلام مشهورش بار سلامی دوباره. چقدر خوشحالم که این همه جوانهای ایرانی در اینجا حضور داشتن، جوانهایی که فارسی رو به خوبی حرف زدن، با شعر ایران آشنا بودن، اشعار بسیار زیبایی رو میخوندن و واقعا به من یک نیرو و انرژی تازه دادن. واقعا موهبتی بود بودن من در امشب در اینجا و در میان این جوانها. موز و حسرت در نوایم، بی تو اما میروم. گر که با تو شاد شادم، غم نمی ماند به یادم. می دهد رفتن به بادم، بی تو اما می میرم. بعد از اینکه وارد شدم نشستم و اولین شعر رو شنیدم و حرفای منصور رو باش مطابقت دادم که
ماها یادمون نمیاد ولی منصور اینا یادشون میاد. ولی یادم افتاد که نه ما هم یادمون میاد، چون که یکی از پرطرفدارترین آلبوم های داریوش که آلبوم گل بیتاش بود که کهن یارا یار یارا دل از تو کندم ولی ندانم که گر گریزم کجا گریزم اگر بمانم کجا بمانم. نه پای رفتن نه تاب ماندن چگونه دیدم درخت خشکم عجب نباشد اگر ترسم طمع ببندد در استخوان. آه ای دیار دور ای سرزمین کودکی من، خورشید سرد مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم. من نقش خیش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خیش ننگرم. ای ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، می‌بینم آفتاب تو را